عبور از خط قرمز، گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها، آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای در رادیو مانی. روز و روزگار بر شما بینندگان و شنوندگان برنامه عبور از خط قرمز تاریخ خوش. گرچه هیچ یک از ما روزهای خوشی نداریم، هم به خاطر وضعیت سیاسی حاکم بر کشورمون، هم به خاطر وضعیت بیماری کرونا که بسیار گسترده تر از آنی است که رژیم به مردم گزارش میدهد. اما زندگی ما، زندگی جهانیان همواره سرشار از همین افت و خیزها بوده است. آنچه میماند پیدا کردن مسیر درست تاریخی برای تغییرات بنیادین و پایدار در توسعه دموکراسی و یک جامعه آزاد است و برنامه‌های کافه روشنگران یا عبور از خط قرمز در این راستا است که یک سه هفته‌ای به عقب افتاد به خاطر اینکه ما دو برنامه فوق العاده داشتیم و دیگه فرصتی نبود که این برنامه رو دنبال بکنیم. و برای یار و همکار گرانقدرمون آقای سلیمانی امیری هم کارهای اداری پیش اومده که ناگزیر به سفرهای دوردست هستند و من امیدوارم هفته آینده آنگونه که خودشون گفتند در برنامه حضور پیدا بکنن. قرار بود امروز هم باشن که اطلاع دادن که امروز هم نمیتونن باشن چون ناگزیرن باز یک سفری در پیش داشته باشن که مربوط به زندگیشون است، باید اون رو انجام بدن. بنابراین من در خدمت یار ارجمندم، دوست شاعر و پژوهشگرم آقای اسماعیل وفا یغمایی هستم. با هم دیگه برنامه رو پیش میبریم درباره جنگ محمد با بنی نظیر. بنی یعنی فرزندان، بنی نظیر یعنی فرزندان کسی به نام نظیر که یکی از طوایف یهودی بوده. داستان از این قرار که وقتی محمد از نفلوشاتو به تهران میرود، ببخشید از مکه به مدینه میرود، حرفایی رو که در نفلوشاتو زده بود فراموش میکنه. اون حرفای رحمبانی و دموکراسی و دست به شمشیر میبره و خونریزی بزرگی میکنه. و اما در مدینه، البته خب این شهر محمد نبوده، محمد در مکه مسلمان شده، تونسته 30-40 نفر رو مسلمان بکنه، بعد از دست طایفه قریش که طایفه خودش بود فرار میکنه، میاد به مکه. حالا به جای اینکه در مکه آسوده بنشیند، باز یک تعدادی رو با خودش متحد میکنه و تصمیم میگیره که این شهر رو از درون تصرف کنه. این شهر در دست مردمان طبیعی اونجا بود که قرنها در اونجا زندگی میکردن، همشون هم یهودی بودن، البته طوایف عرب دیگری هم در اونجا بودن ولی اکثریت با یهودی ها بودن. سه طایفه مهم یهودی در اونجا بود. یکی قینقاع بود که ما داستانش رو گفتیم و جنگ محمد رو با او، جنگ احد رو گفتیم. یکی بنی نظیر که امروز داستانش رو من خدمت شما بیان میکنم و با آقای یغمایی در خدمت شما هستیم برای تحلیلش. و یکی دیگه طایفه بنی قریظه که درباره شنیده اید و در برنامه آتی ما به اون هم خواهیم پرداخت. محمد باید این سه طایفه مهم رو که تجارت، دامداری، باغداری و امور فرهنگی اجتماعی مدینه رو در دست داشتن، به بهانه‌هایی از شهر و دیارشون بیرون میراند، اموالشون رو مصادره میکرد تا در واقع پایتخت سیاسی خودش رو درست کنه. دقیقا همون کاری که خمینی کرد وقتی به ایران آمد. شروع کرد اول نظامیان طرفدار محمد رضا شاه رو کشت، بعد مجاهدین رو، بعد کمونیست ها رو، بعد جبهه ملی رو، و
و همینطور گروه به گروه زد و کشت، اموالشون رو هم همزمان مصادره کرد، درست مثل محمد، و بعد پایتخت ایران رو کرد ام القرای اسلام که تا با اکنون هم برپاست. بنابراین این دو دقیقا مثل هم حرکت کردن. شما اگر خمینی رو دوست ندارید نمیتوانید محمد رو دوست بدارید. شما اگر محمد رو دوست دارید به عنوان پیامبرتون، الزاماً باید خمینی رو هم دوست بدارید، چون اینها دو نیمه یک سیب هستند، اینها دو نیمه یک گلوله هستند، اینها کپی همدیگه هستند. یکی را ما در برابر چشمانمون دیدیم، یکی را هم که تاریخ در برابر چشمان ما گذاشت. اما من ناگزیرم که داستان جنگ محمد با بنی نظیر رو برای شما بگم که اصلا چی بوده. وقتی که دو تن از یاران محمد که مسلمان بودند، دو نفر از یک قوم یهودی را میکشند، آن قوم طبق مقرراتی که آن زمان در عربستان بین قبایل رایج بوده تقاضای دیه میکنند. محمد برای اینکه خودش یا نداشته بده یا نمیخواسته بده، میره پیش قوم بنی نظیر که در مکه اعتباری داشتن، با محمد هم پیمان بسته بودن، پیمان دوستی، میگه این دیه این دوتا رو شما بدین. اونا با خودشون میشینن میگن شما مسلمونا کشتین، ما یهودیا چرا باید دیه شو بدیم؟ و تصمیم میگیرن که وقتی محمد از کوچه میگذره از بالای پشت بام تخت سنگی بر او بیندازن، بکشنش و راحت بشن. حالا جالبه که الله بلا فاصله به طور مستقیم این رو به محمد خبر میده. یعنی اون نقص فنی که مثل تلفن موبایل که بعض وقتا قطع و وصل میشه یا برق که قطع و وصل میشه اتصالی پیدا میکنه، ما میبینیم که الله در خیلی جاها اصلا فراموش میکنه که این پیامبر برگزیدش الان داره تیر میخوره، داره شمشیر میخوره، داره میجنگه، دارن اذیتش میکنن، فراموش میکنه، چون قطع دیگه، اینترنت قطع شد. نه، در بعضی جاها میبینیم که خود الله زودتر از محمد حتی میاد جواب مخالفین رو میده، جواب مخالفین محمد رو میده، اصلا اجازه نمیده محمد حرف بزنه. معلومه که اینترنت ها اونجا خیلی قوی کار کرده. این همه اینا نشون میده که تمام اینها برنامه و توطئه و برنامه ریزی خود محمد و اطرافیانش بوده برای این مصادره ها، برای این جنگ ها. و بالاخره اینها با بنی نظیر می جنگن. من نمیخوام خیلی طولانیش کنم قضیه رو. و بنی نظیر رو وادار میکنن که بعد از صده ها زندگی در شهر نیاکانی خودشون شهر رو ترک کنن و هر آنچه که دارن برای محمد باقی بگذارن. فقط هر خانواده اجازه داره یک شتر برداره و همون اندازه که یک شتر میتواند بار با خودش ببرد رو از اموالشون بردارن، با زن بچه شون برن که رفتن، باغهاشون مون برای محمد، دامهاشون مون برای محمد، خانهاشون، طلاهاشون و اسلحه‌ای که داشتن رو هم تحویل دادن. 30 تا کلاه خود بود، 30 تا زره بود، 2300 تا شمشیر و قلخان و از این چیزا بود که بلا فاصله الله اونجا حاضر و ناظر، این تمام کائنات رو ول کرده، فقط منتظر تقسیمه، چون خودش هم بخواد سهم داشته باشه. میاد و میگه که محمد این سهم من و توه، چون مسلمان ها برای کسب این اموال نجنگیدن. بنی نظیر خودش تسلیم شد و رفت، مسلمان ها شمشیر نکشیدن، بنابراین سهم اونا نیست، این سهم خالصه تو است. خالصه یعنی که هر آنچه که نصفش که مال تو هست همش مال خودته، لازم نیست به کسی بدی، نصفش که مال منه. معلوم نیست حالا خدا با 15 تا خود و 100 تا شمشیر و
15 تا 20 تا زره میخواسته چکار بکنه؟ این خدا که جسم نداره که بخواد از اینا استفاده بکنه. در جنگی که جنگ تن به تن حضور نداره، چطور میشه بیاد و این آیه رو صادر بکنه و بگه که من در واقع تو رو در این جنگ پیروز کردم و این سهم مال تو و من هست؟ خلاصه پیامبر به مسلمانان، به مسلمانان دوروش دستور میده که درختان خرمای بنی نذیر را ببرند و آتش بزنند. این قسمت که من میخونم از دانشنامه اسلامی هست که در ایران منتشر شده. همه این علمای عظام، گردن کلفت های روحانی و توریسیان مسلمان و خود رژیم جمهوری اسلامی پشت هم چه حرفایی. محمد به مسلمانان میگه بعضی از این نخلستانا رو ببرید. این اقدام در محلی به نام بویره صورت گرفت. یهودیان فریاد برآوردن خطاب به محمد که ای محمد، تو مردم رو از تباهی و فساد در زمین باز می‌داشتی، حال چه شده که درختان خرما رو قطع می‌کنی و می‌سوزانی؟ خداوند در این باره فرمود، یعنی خود خدا جواب میده، محمد اصلا جواب نمیده، خدا اونجا حاضر، دوباره اینترنت وصل شده، مستقیم داره جواب میده. میگه آنچه از درختان خرما بریدید یا آنها را بر ریشه هایشان بر جای نهادید به فرمان خدا بود، یعنی فرمان من بود، تا نافرمانان را خار گردانید. و بعد در جای دیگه هم البته میگه که خدا اصلا مستقیما وارد میشه و میگه که این جنگ رو من خودم دارم مدیریت میکنم و هر آنچه که من میگم درسته و اصلا محمد فرصت پیدا نمیکنه حرف بزنه. حالا من واقعا بخوام داستان رو برای شما خیلی باز کنم، برنامه تموم میشه. یک جنگ، داستان یک جنگ. ما با آقای سلیمانی امیری و آقای یغمایی عزیز تا اینجای تاریخ زندگی اسلام و محمد رو با هم پیش اومدیم و اکنون آقای یغمایی هستن. من بهشون خوش آمد میگم و میکروفون رو میسپرم دست ایشون که منم یه استراحتی بکنم و ایشون ادامه بدن و بگن که آخه چطور میشه در یک جنگ مثل جنگ احد رابطه خدا و جبرئیل با محمد منفصل میشه، در جنگ بنی نذیر در یک جاهای وقت دوباره این رابطه وصل میشه و در دوباره جنگ بنی نذیر در یک جای دیگه این انفصال اینترنتی بین خدا و جبرئیل و محمد پیش میاد و دوباره در یک جای دیگه مثل قضیه درختان که گفتم رابطه برقرار میشه. آیا همه اینها نشان دهنده این نیست که یک نقصان بزرگی در رابطه محمد، جبرئیل و الله و قرآن وجود داره؟ ما که به الله، یعنی من که به الله باور ندارم، به جبرئیل باور ندارم، اما وقتی خود قرآن آیه داره در این زمینه، نه یکی نه دوتا، بسیار، و در سیره ها نوشتن و در فرهنگنامه های امروزی که دیگه مال هزار سال پیش نیست مرتب داره نوشته میشه توسط آخوندها و رژیم های اسلامی امروز، همه اینا نشون میده که یک باور بزرگ یا یک حق بازی و تظاهر به یک باور بزرگ پشت این قضیه ایستاده برای ابله کردن امثال من. ممکن آدم ساده دلی باشن. آقای یغمایی عزیز، شما این مقاطع و این جریانات رو چگونه میبینید؟ با درود به شما آقای مانی و درود به همیهنان گرامی، امید به این که هرچی زودتر ما استاد گرامی آقای سلیمانی رو در کنار خودمون داشته باشیم و این بحث ها رو که مورد استقبال هموطنان هست ادامه بدیم. من دلم میخواست که واقعا ایران یک سرزمین نسبتاً دموکراتیکی بود، این آخوندان نبودند و ما به جای بررسی این مسائل
که باید اونو واگذار کنیم به محققانی که قول معروف دود چراغ میخورند و برای آینده مینویسند، به مسائل دیگه بپردازیم. ولی ما مجبور به بررسی اینها هستیم، بررسی تاریخی، تا در شرایطی که جمهوری اسلامی بر ایران حاکمه و خمینی و خامنه‌ای جانشینان واقعی محمد، ممکنه بعضی بدشون بیاد. شما درست گفتید، کسی که خمینی رو دوست داشته باشه محمد رو دوست داره و کسی که محمد رو دوست داشته باشه خمینی رو دوست داره. بعضی ممکنه بگن آقا رژیم سوء استفاده میکنه. کار از این چیزا گذشته دوستان گرامی. ما من آقای سلیمانی، آقای مانی و دوستان دیگه ای که در این برنامه شرکت داشتن بارها تاکید کردیم که بر سر میز تاریخ و تحقیق تعارف رو باید کنار بگذاریم. ببینید جنگ فراوان بوده، ما اشاره کردیم که و تاریخ ثبت کرده، کرونولوژی وجود داره که از سال 622 که محمد از مکه میاد به مدینه، در مکه قدرتی نداشت، تحویلش نگرفتن، بیرونش کردند، خاکستر به سرش پاشیدند و طی سالها تلاش با این همه اعجاز و معجزه‌ای که ایشون پیروانش ارائه میکنند که شق القمر بود و نمیدونم رفت به معراج با اون چارپایی به اسم براق و کارهای عجیب و غریب کرد، کسی پیرو نشد. برای اینکه این حدیث دروغ دوستان عزیز، آخوند جز دروغ پردازی کاری نکرده و من تأکید میکنم مطمئن باشید هر آنچه آخوندها میگن جعل و دروغه و توانستن به مدد این جعل و دروغها ما رو تحمیق بکنند و ما در طول قرنها تحمیق شدیم و آخوندها موفق شدند به مدد تحمیق ما سوار بر ایکه قدرت باشند. آخوند روزی که بار تحمیق در جامعه کم بشه مثل ایران کنونی دیگه تیرش برایی نداره. ببینید محمد از سال 622 که مهاجرت کرد تا موقعی که سال 630 از این جهان رفت و مرد پشت سر هم جنگید. تا اینجا شما بررسی کردیم، جنگ ودان رو داریم 623، جنگ صفوان رو داریم، جنگ ذوالعشیر رو داریم، بعد 624 کاروانهای تجارتی رو غارت میکنن، بعد 624 دوباره جنگ بدر رو داریم، همین سال جنگ بنی سلیم رو داریم، همین سال جنگ بنی قینقاع رو داریم، 624 باز جنگ سویق رو داریم، جنگ بنی قطفان رو داریم و جنگ بحران یا بحران رو داریم. ببینید این جنگ ها جنگ هاییست که قبل از این که محمد خلاصه این جنگ به اصطلاح بنی نظیر رو رابند بندازه ادامه داد. اگر شما ادامه بدید بعد جنگ احد است که صحبت کردیم، بعد جنگ همراهال اسد و بعد 625 جنگ بنی نظیر. این کشت و کشتارها ادامه پیدا میکنه تا جنگ تبوک و محمد در بستر مرگ هست که پرچم میبنده برای جنگ. یعنی تمام روزگارش در مدینه به جنگ و حمله به کسایی خورسه گذشت که یا مورد نظر اون بودن، ثروتشون، قدرتشون و مزاحم رشد اندیشه و خلاصه دولتی می شدن که او میخواست به اصطلاح برپا بکنه و اینچنین هم در بستر فوت کرد. نکاتی که آقای مانی گفت خب کامل بود، یعنی آناتومی این جنگ رو بررسی کرد. نکاتی که من میخوام تأکید بکنم، توجه به غارت پی در پی کاروان ها توسط ارتش مسلمانان هست، بهانه و حیله ورزی برای راه انداختن جنگ هست که بتوانند به این بهانه بکوبند در هم. توجه داشته باشیم که به خصوص یهودیان یکتا پرستان عربستان اون روزگار بودند، یعنی کسانی بودند که بت پرست نبودند، زیرا تمام این ادیانی که بعد از به اصطلاح ابراهیم یا ابوالانبیا پدر انبیا میگن در آمد، ببینید یهودیت اولیش بود، بعد خلاصه مسیح پیدا شد و
بعد محمد پیدا شد، اینها هم ریشه بودند، ولی بر سر جنگ قدرت تعارف نیست. بنابراین باید برانداخت کسانی رو که یکتاپرستان هستند و ما شاهدیم که اینجا با قبایل اوس و خزرج که بت پرست بودند، مسلمان های مهاجر متحد میشن و یهودی ستیزی که ریشه های اولیش رو تو همون سال ها دید، نسل اونها در عربستان برانداختن، بنی قینقاع، بنی نظیر، بنی قریظه و بنی المستعب، خیلی دیگر رو که باید شاخه های متعدد داشتن. بعد نکته دیگه که ما توجه بکنیم، ورود جبرائیل هست که آیمانی اشاره کرد به عنوان بهانه جنگ، که این جناب جبرائیل رو در طول تاریخ کسی ندیده، کاری هم نکرده، ولی وجود اون باعث بسیاری کنش و کنش های تاریخی در زمان محمد شد و بعد هم که دستاوید آخوندها، بعد مصادره اموال مردم، اینها رو ما باید بدونیم تا بدونیم که چه خبر بوده. آقای مانی اشاره کرد به نکات اصلی، من رو بعضی تأکید میکنم که این کسانی که مورد حمله قرار دادن، اینا ساکنان کهنسال و قدیمی بودن که در این سرزمین ها میزیستن، ثروتمندانی بودن که آبادی مدینه متعلق به اونها بود. شما توجه بکنید که یک به اصطلاح نیروی اومده پناهنده شده، مثل کسانی که از جمهوری آخوندی به دلیل کشتارها فرار کردند و گریختن اومدن به کشورهای اروپایی و آمریکا، پناهنده شدن و اینجا در پرتو خلاصه مهر قوانین مهرآمیزی که انسانهای خوبی خلاصه اون رو ایجاد کردن دارن زندگی میکنن. ولی توجه بکنید که این پناهندگان بخوان ارتشی را بندازن و اون کشور رو درش حکومت میکنن، خلاصه تسخیر بکنن. وضعیت مهاجرین این چنین بود و ما برای اینکه قضیه روشن بشه باید واقعا نخست ببینیم که اینا ساکنان واقعی بودن، قرنها حق آب و نمک داشتن و قرنها پیش از ظهور اسلام اینها در یثرب ساکن بودن و در اطراف کوههای اون مناطق زندگی میکردن. برخی خلاصه اونا رو منصوب میکنه همونطور که مانی گفت به کسی به اسم بنی نظیر، برخی نیز به کوهی منصوب میکنن که اونجا وجود داشت. جالب اینه که اینها در حقیقت همخون بودن، چون مسلمان ها ادعا دارن که پیامبر براسه مثل بقیه پیامبران از نسل آدم هست، اینها هم معروف بنی نظیر از نسل هارون ابن عمران دانستن که بعد از درگذشت موسی پیامبر یهودیان، کلیمیان در حقیقت اومدن تو مناطق ساکن شدن و گسترش پیدا کردن. تاریخشون بسیار پرتلاطم اوس و خزرج که در حسد بودند از قدرت روزافزون و ثروت و هوشیاری یهودیان، که بالاخره یهودیان از دوردست‌های تاریخ در تجارت، در شهرسازی، در خلاصه رشد و رونق مراکزی که زندگی می‌کردند مؤثر بودند و اینها در حسادت، در حسد بودند و به همین دلیل از قسطانیان کمک خواستند که بیایند و اینا رو سرکوب بکنند و قسطانیان هم از حجاز اومدند با اوس و خزرج که بعد متحدین بعدی محمد بودند. سالها بعد یهودیان رو کشتند و بعد از اون بود که قدرت اوس و خزرج بالاتر رفت و در جنگ ها اوس و خزرج گاه جانب یهودیان رو میگرفتند و گاه جانب طرف دیگه دعوان. این ماجرا بود تا اینکه محمد اومد به مدینه. ببینید اگر ما تو عمق قضیه فرو بریم، شاهد خواهیم بود که مسئله سر گرفتن امکانات مالی و ثروت این قوم بوده، چیز دیگه‌ای وجود نداشته. بهانه‌ای که علم کردن، خب اینها محمد اومده به عنوان یک پناهنده با اینها قرارداد بست. اولا همه چی تاکید بکنم که بسیاری از اسنادی که ما میخونیم اسنادی است که دستنویس آخوندهاست، نمیشه واقعا رفت به عمقش که چگونه این قرارداد بسته شده، چرا بسته شده، چرا باید یک قوم نیرومندی که چندین قرن در مدینه زندگی کرده تن بده به قراردادی که یک پیامبری که
گریخته از مکه و اومده در پناه اونها قرارداد ببنده. ولی تاریخ اسلام می‌نویسه که اینها قرارداد بستن که در صورت حمله دشمنان مکی به مدینه اینها کنار مسلمان‌ها باشند و تأمین مالی و جانی نکنند از کفار رو که به صورت دشمنان محمد بودند، تجارت نکنند با اونها، یک تحمیل بسیاری قوانین بر یهودیانی که اصلا ربطی نداشتن به جنگ و دعواهای محمد با مکیان. یعنی اینم نکته‌ای که ما باید بهش توجه بکنیم. بعد همون نکته‌ای که آقای مانی اشاره کرد، یک بهانه به نظر من کاملا مسخره است. یک کسی به نام عمرو بن امیه که از یاران محمد بود، موقعی داشته برمیگشت از سفر، دو نفر از افراد قبیله بنی عامر رو که امان نامه داشتند محمد میکشه و رئیس این قبیله عمرو بن طفیل از محمد طلب دیه میکنه. محمد اولی که خودش دیه رو بده، اینجا یقه بنی نذیر رو میگیره که میگه شما که هم پیمان بنی عامر هستید، شما دیه بدید. به چه دلیلی؟ سوال اینجاست. خب ما تاریخ رو میخونیم رد میشیم. به قول معروف گناه کرد در برق آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. به چه دلیلی یک پیامبر عظیم الشأن و خاتم النبیین که جان جهان هست به قول سعدی و بسیاری از شعرهای ایران، حتی عطار، حتی مولوی، این بحثش بعدا ما خواهیم کرد در ادبیات اگر یزدی شروع بشه، خب اینا زدن که کشتن به جایی که مسلمانان مهاجرین این پول رو بپردازن، میگن که شما که هم پیمانید بپردازید و اینها هم قبول میکنن که بپردازن. برای اینکه تو اون موقعیت با توجه داشته باشیم که یک ارتش جنگاور نظامی از مهاجرین و طوائف اوس و خزرج درست شده بود که از شمشیرشون خون میچکید، به اندازه کافی جنگیده بودن، کشته بودن و در حقیقت جو رعب و وحشت حاکم بود، بنابراین پذیرفتن. اینجا باز یک، من میگم باز رفت پشت برنامه و پشت رازهای تاریخ دید. میگن که وقتی که به اصطلاح اینها اینو پذیرفتن، قرار شد که یک نفر رو فرستادن، یک نفری به اسم عمرو بن جحاش فرستادن که موقعی که محمد پای دیوار قلعه خوابیده، سنگ از بالا پرت کنه اونو بکشه. این سند روشنی نیست. خب وقتی پذیرفتند و از ارتش محمد هم میترسند، خب چگونه میتونن سنگ بندازن؟ یک بهانه است که علم کردند و کارگزارش هم حضرت جبرئیله. یعنی هیچ مدرک قانونی که وجود نداره که آقا جبرئیل فرموده که قرار سنگی بذارن به سر پیغمبر خاتم النبیین و اینطور جنگ شروع میشه. جنگ شروع میشه و بلافاصله محمد بعد از این دستور میده که ظرف 10 روز باید بجز اسلحه و اموال خلاصه خارج بشن، برن دنبال کارشون، فقط سال 1 بار بیان محصولات خرما رو بردارن. من همینجا میخوام تاکید بکنم، شما توجه بکنید به بدنه ماجرا. یعنی بدنه ماجرا بدنه مضحکی است. یک قومی که قرنها زیسته، دارای ثروت، ثروتش شدیداً مورد توجه مهاجرین و پیامبر اسلام، نیاز به پول داره، سر یک بهانه مسخره. یعنی به هیچ، اولا نباید اون همونطوری تاکید کردم محمد باید بپردازه، چرا اونا بپردازن؟ دو، به چه دلیلی موقعی پول میخوان بدن یهودیانی که مرعوب اسلحه کشتارگران هستند سنگ میخوان بزنن؟ این دروغه به نظر من، جریات آخوندیه، میخوان توجیه بکنن سرکوب یهودیان رو. و از همون روزگار هم اگه ما ادامه بدیم تا همین الان، این یهودی ستیزی بسیار شرم‌آور که هنوزم وجود داره، ببینیم که این دعوای آخوندهای کنونی ادامه همون دعوای بنی نذیر و بنی مصطلق و بنی عامر است. به هر حال من اجالتاً به همین اندازه اکتفا میکنم، در بخش بعدی نکات دیگه رو خواهم گفت. سپاسگزارم آقای یغمایی عزیز. من میخوام دو صحنه اتصال و قطع اینترنتی بین جبرئیل و محمد، الله و جبرئیل و محمد رو از همین کتاب دانشنامه اسلامی بیارم که در سیره ها هم هست. من امروز دیدم توی حدود 10-15 تا از سیره ها و کتاب های خیلی مهم اسلامی و شیعی و اینا ذکر شدن این قضایا. حالا
یکی پروبال بیشتری بهش داده، یکی کمتر. و به هر حال شما الان در ایران اگر بری و همین حرفایی که من میزنم و اینا رو بگی و این ماجراها رو زیر سوال ببری، ترتیب شما رو میدن، شما رو میکشن. اینطوری نیست که ما فکر کنیم خیلی خوب زمان این حرفا گذشته، اینا دیگه مال تاریخ، به امروز بپردازیم. آقا امروز ما در ایران همین است، امروز ما در عراق، در سوریه، در پاکستان، در افغانستان، در عربستان، در یمن همین است، تغییری نکرده. در همون زمان جنگ بنی نظیر، ابو سفیان که از اهالی قریش یهودی هم نبود و کعب ابن اشرف که یک یهودی بود، تصمیم میگیرن دزدکی، میرن در مسجد الحرام خانه کعبه، بین پرده‌ای که بر اون آویخته بودن بر خانه کعبه و خود سنگ خود خانه کعبه، پشت اون پرده قایم میشن، در گوشی با هم قرار میذارن، پیمان میبندن که علیه محمد بجنگن. کتب تاریخی نوشتن که جبرئیل فرود آمد و پیامبر را از توطئه آنان با خبر کرد. حالا پیامبر کجاست؟ در یه شهر دیگه، در مدینه. اینا پشت پرده رفتن در شهر دیگری به نام مکه پچ پچه کردن. بعد ضد اطلاعات محمد که همون جبرئیله، بلا فاصله میره در مدینه به محمد خبر میده که اینا میخوان تو رو بکشن. داستان طولانیه و البته بعد محمد دستور میده کعب ابن اشرف رو میکشند، ولی ابو سفیان رو اینجا نمیکشند چون از طایفه خودش. حالا بگذاریم، اینجا اتصالی هست و این رد و بدل کردن پیام ها بین ضد اطلاعات و جبرئیل و اینترنت و خدا و فلان، همش برقراره. حالا در صحنه بعد، دوباره در همین جنگ، وقتی که محمد طایفه بنی نظیر رو محاصره میکنه و میگه یا تسلیم بشید یا باید بجنگید و ما شما رو نابود میکنیم، وقتی محاصره کرده، شب هنوز جنگ به اتمام نرسیده یا شاید اصلا آغاز نشده، به اطرافیانش میگه چادر خیمه من رو خیلی دور از صحنه جنگ اون پایینا بذاری که نکنه یکی یا چند تن از طایفه بنی نظیر به خیمه من دسترسی پیدا کنن، من رو بکشن. یعنی شک داشته که اینترنت برقرار بشه، جبرئیل بهش بگه. نه، خیمه اینو خیلی عقب نصب میکنن، محمد میره اونجا میخوابه. یکی از تیراندازان طایفه بنی نظیر که خیلی هم وارد بوده، یک تیر میندازه به خیمه که این به خیمه میخوره، البته به محمد نمیخوره. محمد از وحشت بیدار میشه. اینجا خبری از جبرئیل و خدا نبوده که بهش بگن آقا جان خطر ها، ضد اطلاعات اینجا خوابش برده دیگه. نه، محمد میگه به اطرافیانش، میگه حالا این خیمه منو ببرید دورتر، با وسط اون دشتای پشت سر بذارید که اینا دسترسی به من پیدا نکنن. همین کارم میکنن. خب، و محمد میره و در اون خیمه‌ای که خیلی دورتر نصب براش، شروع میکنه استراحت کردن. و میبینیم که در اینجا خود محمد شانس میاره، اون تیری که به خیمهش میخوره به خودش نمیخوره، از جبرئیل، از الله و از اون حضور حاد جبرئیل که همون روز قبلش در مکه پشت پرده رو فوری جاسوسی کرد برای محمد فرستاد، در اینجا خبری نیست. خب، همه اینا میدونید چی نشون میده آقای یغمایی عزیز؟ یک حقبازی، یک فانتزی
یک شارلاتانیسم تاریخی رو نشون میده. هر کس که این داستانا رو ساخته، چه آیاتش در قرآن رو نوشته، چه در سیره اینا رو بیان کرده، چه در منبر گفته، چه در دانشنامه اسلامی که در ایران منتشر شده اینا رو آوردن. هر کس که اینا رو نوشته، کار خود محمد یا الله یا جبرئیل نمیدونم یا هر کس دیگری، این یک حق بازی تاریخی است. و مردم ما، من با مردمان دیگه کار ندارم، اونا خود مسئول سرنوشت خودشون هستن. من یک ایرانی هم با سرنوشت خودم و ملتم و خانوادم در ایران سر و کار دارم. مردم ما بی آنکه در این زمین ها اصلا مطالعه کرده باشند، تفحص و تحقیقی کرده باشند، دقتی به خرج داده باشند، تیزهوشی به کار برده باشند، اینا رو پذیرفتن. یعنی هرچه آخوند بر منبر گفته، در کتاب درسی نوشته، در همین کتابای سیره و داستانهای دیگر گفته، همینا رو پذیرفتن. اگر نپذیرفتن، پس کجا گفتن که ما نمیپذیریم؟ پس این سینه زنی های عاشورا و تاسوعا مال کیاست؟ آیا اینا لشکریان کسروی یا علی دشتی هستن یا صادق هدایت ها هستن که میان عاشورا تاسوعا برقرار میکنن؟ یا همین توده های وسیعی که امروز خوشبختانه چشم و چهار خودشون بر اساس تجربه باز شده، همش هم از روی آگاهی نیست. یک ملت وقتی تجربه میکنه که آتش دستش میخوره به آتش، میبینه داغ میکشه کنار دستش رو، این میشه یک تجربه براش و غریزش بهش میگه از این به بعد به آتش نزدیک نشو. اما زمان که بگذره، نسل بعدش، فرزندانش که دستشون هنوز به آتش و اجاق داغ نخورده، باز هم با همون شجاعت و نادانی میرن و توده زغال سرخ آتشی رو ممکنه چنگش رو به چنگ بگیرن و دستشون بسوزه. یعنی نسل به نسل ما دوباره از آغاز باید شروع کنیم. دوباره باید کافه روشنگران راه بیفتد برای نسل بعد. دوباره باید صادق هدایت ها و کسروی ها و رازی ها و علی دشتی ها و آقای یغمایی و آقای سلیمانی و آقای ایجادی و آقای مشیری و آقای هر و خانم هر کسی که میخواد باشه، هی نسل به نسل دوباره باید اینا بیان از نو توضیح بدن. چرا؟ برای اینکه مردم محافظه تاریخی ندارن، مطالعه نمی کنن و انتقال دانسته هاشون رو از که از طریق تحقیق به دست آوردن به فرزندانشون انجام نمیدن. و هر نسلی ما میبینیم که مردم ایران یه عده روشنگر داره، یه عده روشنفکر داره که اینها رو حکومت ها و آخوندها و توده های وسیع میکشند و دوباره ملت دچار سکوت میشه. آخوندیسم و دسپوتیسم برش حاکم میشه. نسل بعد دوباره تجربه میکنه، عقب نشینی میکنه، مقاومت میکنه، قیام میکنه و دوباره داستان تکرار میشه. بحث من این هست در این موضوعی که من میگم چرا نباید یک مسلمانی که مسلمان زاده میشود، دانشگاه میرود، حوزه علمیه میرود یا هر چیز دیگری، از خودش بپرسه آقا این رابطه محمد با جبرئیل یک رابطه مداوم و پیوسته بوده است یا نه یک رابطه عشقی تصادفی، نقص فنی پیش می اومده، رابطه قطع می شده. آیا این اللهی که زودتر از خود محمد جواب بنی نذیر رو میده و محمد اصلا تعجب میکنه که مونده بود چی جواب بده، الله اومد و با یک آیه ترتیب بنی نذیر رو تا جواب شده داد که آقا این حق تو، این مسائلی که مصادره کردی مال من و توه و این حق خالصه توه، منم که سهم خودمون دارم. حالا الله که سهم خودشو نمیبره که، همش مال محمد دیگه. مثل موسی که میگفت که وقتی
نذر میکنید گوسفند یا بزی را میکشید، یهوه عاشق کباب دست بزه. دستشو برای یهوه بیارید، سهم منم جدا بدید. آقا این یهوه بیچاره کجا اصلا کباب خور بود؟ مگه یک موجودی که خداست و جهان را آفریده خودش اگر کباب دوست باشه نمیتونه کباب برای خودش تهیه کنه که موسی باید سهمش رو بگیره؟ آیا اینا یک حقه بازی تاریخی نیست؟ من میگم خیلی ها ممکنه بگن آقا اینا گذشته دیگه، بوده، بله حقه بازی تاریخی بوده، زمانش گذشته. من میگم آقا با همین حقه بازی الان به صورت قانون و شرع در ایران در حکومت میشه. شما نگاه کنید، ما جمهوری اسلامی ایران داریم، نه جمهوری ایرانی ها، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی عراق، جمهوری اسلامی پاکستان، همش آقا جمهوری اسلامی، حالا جمهوری هم نباشه اسلامی است. شما رو با همین قوانین، با همین حقبازی ها، با همین دروغ ها دارن اداره میکنن. اموال کشور شما رو، اموالی که مال نیاکان شماست، مال شماست و فرزندان شما، همه رو مصادره دارن میکنن. حرف هم میزنید میگوشن. اون وقت وقتی ما انتقاد میکنیم شما میگید آقا اینا که دیگه گذشته، شما با دین چیکار دارید؟ حالا ما همین آخوندها رو بندازیم جهان گلستان میشه؟ اصلا نمیشه. شما باید تفکر آخوندیست رو بندازید. شما هرگاه که ریشه های حوزه علمی قوم و مشهد و امثال هم رو از ریشه زدید، یعنی با اندیشه رسواشون کردید، دوستانی مثل همین دوستان ما در کافه روشنگران رو در برابر آخوندها نشوندید و اینا جواب آخوندها رو دادند، از اون به بعد هست که شما ویروس کرونا رو نابود کردید. چون این سیستم آخوندی، این سیستم دینی، این سیستم مذهبی شیعی، باور کنید از کرونا به مراتب بدتر است. کرونا تا اکنون در ایران ممکنه چند هزار نفر رو کشته باشه، رژیم که البته مثلا میگه 37 نفر. اما رژیم جمهوری اسلامی ببینید در همین دو ماه گذشته 1500 نفر رو در خیابانهای تهران کشت. در طی این 40 سال بیش از 2300 هزار ایرانی رو کشت. کدوم ویروس تونسته در ایران اینقدر آدم بکشه؟ اونم در این قرن که همه امکانات وجود داره. ویروس اصلی اول در ذهن منه، من این رو باید بکشم بیرون با دانش، با مطالعه، باید این ایدئولوژی رو از وجودم، این سرطان خطرناک رو از پیکرم، از ذهنم، از روحم، از اندیشم بکنم و بیرون بندازم و بعد سعی کنم خانوادم رو نجات بدم، فرزندانم رو نجات بدم، دیگران رو نجات بدم. باید دست به دست هم بدیم تا بتونیم ریشه قضیه رو بزنیم که هر نسلی دوباره لازم نباشه افراد روشنگر خودش رو به عنوان هدیه فدای جامعهش بکنه و بعد دوباره یه نسل بعد، دو نسل بعد از صفر شروع کنه. ببخشید من طولانی حرف زدم، فرصتی هم هست آقای سلیمانی که نیست، ما هم وقت بیشتری داریم، اما من دیگه میکروفون رو میسپرم دست آقای یغمایی تا برنامه رو جمع کنن با اون کلام زیباشون و همین قضیه رو من رو بیشتر روشن کنن. آقای یغمایی، این حکایت تحمیق تاریخی که هستی ما رو عوض کرده، حتی نقش سرانگشتان ما رو عوض کرده، همچون هویت ما، این سرانگشت مال مانی نیست، این سرانگشت رو نقش کردن بر انگشتان من، از نظر سمبولیک دارم میگم ها، نه همین نقشی که بر سرانگشتان من است، هویت من رو تغییر دادم. من چگونه میتوانم با یاری شما به خیشتن خیش،
به خیشتن انسانی خیش برگردم و خودم رو در برابر چنین ویروس های خطرناکی واکسینه کنم، مقاوم کنم و این ویروس را به ریشه‌کن کنم. راه حل شما آقای یغمایی چیست؟ ببینید آقای منی، شما صحبت ها رو کردید. به نظر من مشکل روی میزه، برای اینکه الان جنگ مثلا بنی غریزه، جنگ بنی نظیر ادامه داره، یعنی با همون قوانین دارن سرکوب میکنن، دارن میکشن، دارن نابود میکنن نه تنها یهودی ها رو، بلکه کسایی که قرنهاست مسلمان زادن. ما باید از این آوار بهمنی که بهمن هولناکی که بهمن برف نیست که از فراز کوه غلطیده، بلکه از وقتی که ایران تسخیر شد به مدد خیلی از کسان، به مدد آخوندها، به مدد فقیهان، به مدد پادشاهان، به مدد شاعران و نویسندگان اسلام زده، این بهمن گنده و گنده تر شد و غلطید و غلطید و اومد بر سر ما خراب شد. و پس از اینکه قرنها ایران رو چلوند، ما یک کشوری بودیم که به هر حال کهن‌ترین امپراتوری ما رو انداخته بودیم. برای اینکه ببینید اسلام چه بر سر ما آورد، مشکل سر اسلامه، این رو باید خوب بفهمیم. مشکل سر آخوند نیست، آخوند از درون اسلام بیرون آمده، نه اسلام از درون آخوند. و ما تا نفهمیم که این تاریخ واقعی اسلام چی هست، وقتی فهمیدیم میتونیم بپذیریم. ببینید من اگر یک مسلمان معتقدی بودم، مسلمان سیاسی ها، نمیخوام به مردم ایران توهین بکنم، فلان زنی که سجادهشو انداخته یا فلان بقالی که میخواد رازونی یازی بکنه، حق خودش در ایران آینده هم که وقتی این کثافات جارو بشن مردم حق دارن به طور شخصی هر کاری میخوام بکنم. ولی من اگر به چنین پروردگاری معتقد بودم که دستور میده جبرئیلش به پیامبر آخرش که پیروان پیامبر قبلی رو سر ببره، بکشه، زنهاشون رو بفروشه، اموالشون رو مصادره بکنه، من الان کنار خامنه ای ایستاده بودم و اینجا نبودم. برای اینکه ببینید لاجوردی، من بارها گفتم لاجوردی تالی تل و علی ابن ابی طالب در کشتار. برای اینکه ما اگر بشناسیم، من خودم روزگاری به هر حال به اسلام اعتقاد داشتم، نام علی بهم انرژی میداد، ما زورخانه میرفتیم، ورزش میکردیم، ولی اون علی، علی بود که فرهنگ ایران ساخته بود، نه علی که از درون تاریخ برخاست. شما نگاه بکنید مثلا همین جنگی رو که ما الان داریم بررسی میکنیم، خب ظاهرا میشه ازش ساده گذشت، ولی این جنگ رو به این بهانه شروع کردن، به بهانه این که این قوم ثروتمند و تاریخی رو خلاصه جارو بکنن و هرچی دارن ببرن. اینها دستور داده شد که فقط یک بار شطور وردارید ببرید و این بیچاره ها رو آواره کردن و این سرنوشت است که بعدها ما خواهیم پرداخت. و همین جنگ بود که به صراحه ابن اختب و دخترش صفیه که از اینجا آواره شدن و رفتن به خیبر و اونجا داستان دیگه رخ داد که محمد سر همسر این صفیه رو دستور داد گردنش رو زدن و خودش رو به عقد خودش در بود. زن 16 ساله بسیار زیبا که بعد خواهیم پرداخت و غنایم رو تقسیم کردن، اموال مردم رو که گرفته بودن خلاصه تقسیم کردن و این چون جنگ رخ نداده بود، یهودی ها تسلیم شده بودند، تمام اینها رو در اختیار خود پیامبر قرار دادن که حالا نوشتند که پیامبر خلاصه میان مهاجران اینها رو تقسیم کرد، یعنی پیروان خودش، کسایی که از مکه اومده بودند و به این بهانه که آخوندها خیلی راحت میتونن رنگ بکنن که تقسیم کرد تا خود اینا پولدار بشن و دیگه مزاحم انصار یعنی مهمانداران خودشون نباشن. این وسط شما اشاره کردید به الله که سوره حشر رو نازل میکنه تو این جنگ. ببینید من بارها به این فکر کردم، این چه نوع پروردگاری؟ آیا ما ایرانی ها فکر کردیم که وقتی میگیم خدا، از مفهوم الله اینا بگذاریم، یک جهان آفرین که انسان را آفریده، به قول زرتشت جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان، ایشون
600 700 سال 800 سال 1000 سال بعد از اینکه یه پیغمبر دیگه فرستاده که کلی هم تعریف و تمجید کرده به اسم موسی، آیه نازل میکنه که آقا در همین جنگ در حقیقت بیانیه پشتیبانی میکنه از محمد که خلاصه حق دارید اموال اینا رو بگیرید و خلاصه یهودیان بنی نذیر رو مورد حمله قرار میده. سوال اینه که این چه جور اللهیست؟ انگار که جهان چند تا خدا داره، یک خدایی است که دستور کشتار یهودی ها رو بده، خدا دیگر یهودی ها حمایت میکنه. این پروردگار بسیار محدوده، یعنی برای یه ذهن فلسفی که به یک جهان آفرین معتقده که انسان و اصلا طبیعت و موجودات زنده فرزندان اون هستن، این مضحک و دردآوره که آدم بخواند که آقا بروید اینا رو بگیرید بکشید زناشون رو ببرید. و خلاصه تو این آیه های دو تا ده ایشون مثلا سوره پروردگار همت میکنه و ماجرای درگیری مسلمان ها رو با یهودیان که پیمان شکنی کردن بازگو میکنه و خلاصه پای محمد رو صفت میکنه که اموالشون رو ببرن. میشه این سوره رو خوند، شأن نزولش دید و فهمید که ما با چه خدایی سر و کار داریم که به قول عایشه همسر تیزهوش محمد به گفته استاد خنجه میگه که به محمد میگه عجب خدای خوبی داری تو، هر وقت که نیازمند چیزی هستی میخوای ازدواج بکنی یا حمله بکنی این میاد و کمکت میکنه. ماجرای بسیار مضحک تر از این ماجرای خدایی است که دستور میده که نخلستان یهودیان رو با آتش بکشن تا تسلیم بشن، بعد درختاشون رو اره بکنن و وقتی که سر و صدای بعضی ها در میاد از همراهان محمد که آخه چرا این کار میکنی، باز آیه نازل میشه که این به اصطلاح محمد نبود که این کار کرد، بلکه پروردگاره که دستور اره کردن درخت های خرما رو میده. ما با چنین خدای سر کار داریم؟ ببینید با جهان آفرین یا فرزند پروردگار جهان و خرد فردوسی یا با یک وجود فلسفی که مثلا فیلسوفان عصر روشنگری برخی بهشون معتقد بودن مثل اسپینوزا جهان خدایان، با این روبرو نیستیم، با یه موجود بسیار کوچک و حقیر روبرویم که دستور قتل میده، دستور سربریدن میده، دستور تجاوز میده، دستور بریدن نخلستان میده. اینجاست که ما این جنگا برام مهمه، وگرنه چندان مهم نیست که ما ببینیم که از نمیدونم صدها جنگی که رخ داد از زمان محمد تا پایان دوره عباسیان چه اتفاقاتی افتاده. خلاصه این خداست و اینجا یک نکته دیگه که من میخوام تاکید کنم، سیمایی از علی ابن ابی طالب قهرمان بیبدیل اسلام و نیز مرشد و مولای بسیاری از کسانی که صوفی هستن درویش هستن، اینا هست که در این جنگ میتونیم ببینیم این رو و این شوهر بیوه زنان و کسی که خیلی خلاصه در ادبیات ما چهره زیبایی داره بشناسیم. در موقعی که اینا حمله کردن به طرف بنی نذیر پرچمدار علی ابن ابی طالب بود، اومدن دژها رو خلاصه محاصره کردن، یهودیان میگن مرد به شدت دچار رعب و وحشت شدن زیرا کارکردهای علی رو دیده بودن. اینجا چند واقعه رخ میده که کتابای مختلف ثبت کردن. آقای مانی اشاره کرد سر تیراندازی، این تیراندازی میاد یه تیری میندازه، خب جنگ دیگه، تو جنگ حلوا تقسیم نمی کنن، وقتی که صف می کشن هر دو طرف به هم حمله می کنن. این تیرانداز وقتی حمله کرد علی بلند میشه میره و یکی دو ساعتی نیست، بعد می بینن در حالی که سر بریده ای رو در دست داره از راه میرسه، اسم این فردی که سرشو بریده بود ثبت کردن از او راه هست، از او راه بود، سر رو مقابل پیامبر به زمین میندازه. پیامبر میگه چگونه این کار رو کردی؟ میگه این مرد خبیث و جسور و شجاع بود، رفتم کمین کردم و خلاصه کشتمش و سرش رو بریدم و 9 تن هم همراهانش بودن، من اون رو کشتم ولی همراهانش گریختن، ولی همین دوروران از پیغمبر دستور میخواد که اجازه بفرمایید که بنده برم اونا رو هم خلاصه به مجازات برسون. پیغمبر دستور میده و تعداد دیگه که اسمشون ثبت شده، ابو دجانه، سمام ابن خرشه و سهل ابن حنیف،
میرن و خلاصه پس از دو سه ساعتی با سرهای بریده باز میگردن و پیامبر دستور میده که اینها رو بندازن در یکی از چاه‌های اطراف و ماجرا ختم میشه. شما توجه بکنید این سیماها رو باید شناخت. اگر امروز داعش سر میبره جلوی تلویزیون ما نگیم آقا اینا رفتی به اسلام نداره. دوستان ما اینجا اگر هستیم و داریم با شما صحبت میکنیم فقط و فقط دنبال روشنایی انداختن بر صحنه تاریخ از این نهی چیز دیگه. بس نه توهینه نه تحقیر. اینا سیمای تاریخی هستن. ما آزرده نمیشیم از این که در تاریخ بخوانیم امیر تیمور بزرگترین لذتش این بود که موقعی سر رو میزدن و این از شاهرگا خون یک نیم متری جهش پیدا میکرد و اطرافی هم میگفت زیباترین منظره اینه و همین امیر تیمور کسی بود که بنیاد تشیع رو مستحکم کرد. جانشینانش با کمک کردن به شیخ صفی اردبیلی و قبل از اون مغول‌ها کمک کردن تشیع. ما اینا رو برای مهم نیست. امیر تیمور امیر تیموره ولی این یکی پیامبره. ببینید تفاوت این امیر تیمور آمد و رفت. باید مقایسه کرد تا بفهمیم. زمان امیر تیمور و زمان مغول‌ها ایران کمرش آنچنان نشکست که زمان صفویان. به دلیل اینکه امیر تیمور جنایت کرد، آدم کش، اموال برد ولی ایدئولوژی بر جا نگذاشت. امیر تیمور سمبول ما نیست. در زورخونه به نام امیر تیمور زنگ نمیزنن، به نام علی میزنن. در سقاخونه به نام محمد یخ میندازن. و ما با قوانین امیر تیمور و چنگیز خانی که ما گذاشتن زندگی نمی کنیم. با قوانین محمدی زندگی می کنیم که و اللهی که دستور بریدن درختان و آتش زدن نخلستان یک مش مردم زحمتکش کشاورز رو داریم میدیم. ولی با علی رو برویم که شوهر بیوه‌زنان نیست، با سرهای بریده میاد جلو پای محمد میندازه. حالا خواهیم رسید به اون ماجراهای بعدی بنی قایزه و سر بریدن ها و کشتار ها. اینجاست که با بررسی تاریخ ما مسافران گذرای تاریخ هستیم. سالهاست که در قربت تبعید و خواهیم رفت. ولی توجه داشته باشید که ما مجبور به تغییریم. ما مردم ایران جمهوری اسلامی این بار و اسلام یک رفرم سیاسی در انتظارش نیست. برای اینکه پایه ها پوسیده، پایه ها زنگ زده، ما کلاه سرمون رفته. 14 قرن به ما دروغ گفتن و ما این بار مجبوریم تاریخ رو بشناسیم. من جمله چشمامون روی جنگ ساده بنی نظیر باز کنیم و سیمای تاریخی و راستین محمد و علی و پیروانشون رو ببینیم تا بتونیم بفهمیم که آخوندها با ما چه کردن و چرا ما اسیر آخوند هستیم و نمیتونیم از این سلطه بیایم بیرون، زیرا با اون وجه مشترک داریم. این وجه مشترک رو باید از بین برد. این نکاتی بود که من میخواستم اشاره کنم. یک دنیا سپاس دوست شوهرم آقای یغمایی گرامی و نیز شما بینندگان و شنوندگانی که همدل و همراه ما هستید. گاهی ممکنه رنجید و خاطر بشید از آنچه که ما میگوییم، اما من میدونم که با دوست باید دوستانه سخن گفت. این نقد و نظر و پیشنهاد ماست. عرض کنم این 16 برنامه عبور از خط قرمز تاریخ بود که دیدید و شنیدید. هر جمعه این برنامه های ادامه پیدا میکنه، مگر بعضی مواقعی که یکی از ما یا کاری برای ما پیش بیاد یا سرما بخوریم مریض بشیم یا هر برنامه اشکال فنی از این دست پیش بیاد، وگرنه مرتب پیش خواهیم رفت و ادامه خواهیم داد. پس از جنگ های محمد و مرگ محمد، قضیه سلمان پارسی و حمله اعراب به ایران و از اون پس تا به امروز این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد. شاید در چند صد جلسه، من نمیتونم بگم، اگر ما زنده باشیم و همه چیز سر جاش بمونه. از شما سپاسگزارم. لطف کنید برنامه ما رو تقسیم کنید، شیر کنید، به دیگران اطلاع بدید، آبونه بشید اگر نیستید و نظراتتون رو بنویسید. لطف کنید فقط نه به محمد نه به قرآن و به شخصیت های تاریخی، کتاب های تاریخی دشنام ندید. هر دشنام دارید به من بدید، هیچ اشکالی نداره، ولی به شخصیت های دیگه، به آدم های دیگه، به
افکار و عقاید دیگران توهین نکنید، نقد کنید، بررسی کنید، خیلی هم عالی است، باید هم این کارو بکنید. این وظیفه میهنی یکایک که شماست که نقد سنجشگرانه بکنید، بی تعارف اسلام رو، محمد رو، قرآن رو، علی و حسن و حسین و امام رضا و معصومه و کوفت و زرمار همه رو، اما توهین نکنید، چون زبان فارسی زبان فردوسی بوده. دریغا که ما این زبان رو آلودش بکنیم به دشنام، به ناسزا و با واژه‌های سخیفی که اینجا اونجای کوچه بازار و در فرهنگ لومپنیز پیدا میشن. خوشبختانه شما چنین نیستید. شاید 1% چنین دشنامایی هست. من یک بار دیگه اینجا بگم، اگر شما یک پیام رو همراه با یک لینک در یوتیوب ما بگذارید، اتوماتیک میره توی اسپم و پخش نمیشه. بنابراین لینکی اضافه نکنید به نوشته هاتون. و اگر من خودم ببینم که به اشخاصی توهین کرده اید، حذفش میکنم، راستشو بگم. ولی اگر نقد کرده باشید، نه. شما گفتم هر فریادی دارید، در اینکه بر سر بگفتی طرف میگه هر فریادی دارید بر سر آمریکا بکشید، بر سر من بکشید، چون من مسئول این رسانه هستم، نه بر سر میهمانان. هر کس هست موافق یا مخالف. میبوسم شما رو، میدانم که اگر آینده، اگر امروز از آن ما نیست، آینده از آن فرزندان بسیار روشنتر از ماست و آینده خواهد بود به احتمال زیاد که دین به پسوهای حوزه‌های علمیه رانده خواهد شد و نقشش کم خواهد شد تا زمانی برسد که دیگر هرگز نقشی نداشته باشد. شادکام باشید و بدور باشید از یورش کرونای مذهبی و ویروس کرونای چینی و کرونای حکومت جمهوری اسلام. بدرود تا هفته.